فصل 8 معرفی بخش بولین و کامپریزن در توضیح برنامه سازی لغوی، معرفی عملیات مقدماتی منطقی و کاربرد آن به کمک مثال. در بخش قبل عملیات مختلفی برای داده‌های عددی تعریف شد و دیدید که چه توابعی در لغوی میشه استفاده کرد. همطور که ابتدای مبحث لغوی توضیح دادیم، گفتیم انواع داده‌های دیگه هم در لغوی قابل تعریف هستش. یکی از اون نوع داده ها داده های منطقی هست. داده های منطقی که میشه با ترو و فالس، یعنی درست و غلط، یا با چراغ های روشن و خاموش، یا صفر و یک نشون داد، داده هایی هستن که به طور معمول داده های دیجیتال شناخته میشن. خب در کامپیوتر زیاد از این داده ها استفاده میشه. در تصمیم گیری ها، در پروسه های مختلف صنعتی و کاربردی، این روابط منطقی میتونه کاربردی باشه و پیاده سازی اونها به طور عملی به کمک کامپیوتر میتونه کاربردهای متنوعی رو پوشش بده. برای مثال، مثلا قرار گرفتن یک شی جلوی چشمی خاصی در یک پروسه صنعتی میتونه استفاده بشه برای اینکه مثلا تشخیص داده بشه یک شی به یک نقطه خاصی رسیده یا نه و نهایتا پروسه رو کنترلش رو انجام بده. خب همونطور که میدونیم، عملیات منطقی اولیه میتونه یک سری توابع اولیه رو پوشش بده که در این بخش میخوایم اون رو ارائه بکنیم. من برای اینکه شهود بیشتری داشته باشیم، از منوی پروگرامینگ بخش بولین اینها رو بهتون نشون میدم. توابع مقدماتی منطقی توابع AND، OR، EXCLUSIVE OR، NOT، NOT AND، NOT OR و باقی مواردی مثل این هستش که اینجا مشاهده می‌کنیم. اینها عملیاتی هستش که میتونه روی چند داده انجام بشه. مثلا فرض بگیرید ما میتونیم داده ها رو برای تصمیم گیری با هم دیگه اند بکنیم، یعنی همزمان برقرار بودن دو شرط استفاده بشه برای کاربرد. ممکن هستش که برقرار بودن حداقل یک شرط مد نظرمون باشه، از تابع اور استفاده می‌کنیم. یا اینکه حالتی باشه که فقط یک مقدار درست باشه و اون رو ما به عنوان مقدار درست نظر بگیریم. و همینطور نات که خب برای منفی کردن تصمیم ما هستش که استفاده میشه و این توابع رو اینجا میبینید که حالا این مقادیر رو میتونیم کاربردش رو اینجا مشاهده بکنیم. نکته دیگه که وجود داره این هستش که ممکن هست عملیاتی که ما مورد نظرمون هستش روی چند ورودی انجام بشه، یعنی الزاما ما دو ورودی نداشته باشیم و بتونیم روی تعداد بیشتری ورودی کار بکنیم، که مشابه چیزی که توی بخش نیومریک توضیح دادیم، توی این بخش هم ما عملیات ترکیبی رو میتونیم داشته باشیم که بلوکمون رو معرفی خواهیم کرد. خب من برای شروع بلوک AND رو قرار میدم. عملی که AND انجام میده این هستش که اگر دو شرط اولیه درست برقرار باشه، در خروجی هم شرط ما درست است، ولی اگر یکی از اینها برقرار نباشه شرط ما اشتباه. من ترمینال های ورودی رو براشون مقادیر کنترل قرار میدم. دقت کنید مقادیری که اینجا قرار داده میشه وقتی که من ایندیکیتور و کنترل قرار میدم، مقادیر پیش‌فرض هست و شکل های پیش‌فرضی هستش که دیده میشه. خب شکل پیش‌فرض به صورت یک کلید اینجا نشون داده شده، همونجوری که گفتیم میتونه روشن و خاموش باشه. این کلید رو اگه دقت کنید بخش سبز رنگی در انتهاش دیده میشه که این بخش وقتی کلید رو ما بزنیم به شکل روشن در میاد به این صورت که میبینید و این به مفهوم درست بودن، ترو یا همون یک منطقی ما هست. اگر خاموش باشه صفر. این شکل های مختلفی رو میشه برای این مقدار دید. مجدد برمیگردیم به بلاک دیاگرام، یک کنترل دیگه ای اضافه میکنیم به این صورت. خب بلوک ما اگه دقت کنید دو ورودی داره و یک خروجی که در خروجی نشون میده X و Y رو با هم دیگه اند میکنه و نتیجه رو نمایش میده، که برای اون یک ایندیکیتور قرار میدیم به این صورت که همونجور که گفتیم به شکل یک چراغ میشه این رو نمایشش. خب من بلوک ها رو چیدمانش رو مرتب میکنم، برنامه رو کانتینوسی ران میکنم. ببینید الان هر دوی اینها صفر هست یا فالس هست. من یکی از اینها رو میزنم باز چراغ روشن نمیشه. اگه بعدی رو انتخاب کنم چراغ روشن هست، به مفهوم این که هر دوی اینها درسته و اینها با همدیگه اند شده و نتیجه رو میتونید مشاهده کنید.
گفتیم شکل‌های مختلفی میشه مقدار داد. کافی هستش روی صفحه فرانت‌اند راست‌گیری کنیم توی بخش بولین. امکان قرار دادن شکل‌های مختلف کلید، رادیو باتن‌ها یا انواع کلیدهای دیگه وجود داره که من برای مثال یکی از این کلیدها رو انتخاب می‌کنم به این صورت. وقتی این رو قرار دادیم روش دبل کلیک انجام بدیم، می‌بینید یه بلوک جدید در بلاک دیاگرام اضافه شد. من این رو جایگزین می‌کنم با بلوک وای که اینجا داره. من نتیجه به این صورت در میاد. حالا این کلید هم همون عملکرد رو می‌تونه داشته باشه. من یک بار دیگه برنامه رو اجرا می‌کنم. خب ببینید الان این کلید آف هست. میزانم روشن که می‌بینید از لحاظ رنگی هم این رو تعریف کردم به شکل تیره که باشه فالس هست و به شکل روشن که البته یه حالت سه‌بعدی داره که میتونه جذابیت گرافیکی هم برای کاربر داشته باشه که اینجا مشاهده میکنید. و البته نوع این شکل رو شما در اون شکلی که در محیط بلاک دیاگرام قرار گرفتن میتونید ببینید، یعنی شکل این بلوک با بلوک بالایی متفاوت هست که نوع نمایش دادن رو به ما میتونه نشون بده. خب من حالا توابع دیگه رو معرفی میکنم. تمام توابع اولیه رو اینجا قرار میدم. ببینید که عملیات مورد نظر به چه صورتی انجام میشه و توضیحاتی رو در موردش خواهم به این صورت. همونطور که میبینید تمامی توابعی که اینجا قرار داده میشه توابعی هستن با دو بلوک. به این صورت این رو به این ورودی و باقی ترمینال ها رو به ورودی دیگه که در اختیار داریم متصل میکنیم و نهایتا برای هر کدوم یه ایندیکیتور قرار میدیم. دقت کنید همون اسمی که به عنوان لیبل اینجا دیده میشه برای ما نمایش میده و نهایتاً not به این سوال متصل میشه. من این رو مرتب سازیش رو انجام میدم. به این صورت ما مقادیر رو داریم. میتونم حالا اسمای مشخصی هم برای اینها داشته باشم که البته اسم پیش‌فرض اونها اسم مناسبی هست. من اینها رو به ترتیب اینجا مرتب میشینم و هر کدوم رو برای شما توضیح میدن که به چه صورتی عمل میکنه. خب این رو کانتینیوسلی ران میکنم. ببینید الان کلید X و بولیان رو خاموش میکنم. خب نتیجهش رو الان اینجا میتونید ببینید. چون هر دو خاموش هستن، اند اونها خاموش هست، XOR اونها یعنی اینکه یکی از اینها روشن باشه خاموش هست. نات X رو ما اینجا داریم که خب نات X چون خاموش هست اینجا این روشنشون داده شده. OR کردن اینها به همین صورت. نات XOR Y و نات X and Y با توجه به اینکه این دوتا خاموش هستن در نتیجه روشن خواهد. حالا من اگه یکی از اینها روشن کنم، X رو که روشن کنم ناتش خاموش میشه. اینجا چون اور بوده، ایکس اور بوده، خروجی ما روشن هست. چون اور هم داشتیم روشن هست و ایکس اور وای وقتی که روشن باشه ناتش خاموش خواهد و وقتی من آخری رو هم روشن بکنم اند روشن میشه، اور هم روشن هست اما باقیشون خاموش خواهند بود به خاطر اینکه نات این دو عملیات رو دارن انجام. به این صورت پس دیدید که چجوری عملیات مقدماتی قابل انجام است. یک عمل دیگه که اینجا قابل استفاده هستش این هستش که ترکیبی از این عملیات رو ما بتونیم داشته باشیم. گفتیم ممکن هست ما چند ورودی داشته باشیم. در نتیجه با عملیات منطقی اولی که دیدیم چنین چیز قابل انجام نیست. من میتونم این رو به صورت کامپوند داشته باشم، این بلوک رو انتخاب می‌کنم. اگه دقت کنی این بلوک دقیقاً همون بلوکی هستش که در محیط نیومدیک ما داشتیم ولی
الان من این رو که اتصالش رو برقرار میکنم شکل متفاوتی رو ازش میتونیم مشاهده بکنیم. من این رو با 3 بردی قرار میدم. مقدار منطقی من میخوام اینجا اضافه بکنم. مثلا میتونم از مقادیر ثابت اولیه استفاده کنم که دو مقدار ثابت رو ما اینجا خواهیم داشت، یکی فالس و یکی ترو هست که به این صورت دو مقدار اولیه رو مشاهده میکنیم. من یکی از اینها رو مقدار ثابت متصل میکنم. ببینید رنگ بلوک ترمینال هاش به صورت سبز در اومد، به این مفهوم هستش که نوع داده‌ای که داره باهاش کار میکنه داده های منطقی هستش. خب این دو ترمینال دیگر رو هم مجددا وصل میکنم به ترمینال های اولیه‌ای که قبلا سیم کشی کردم و نهایتا خروجی رو ایندیکیتور براش خواهم داد و نتیجه رو به این صورت میتونم اینجا داشته باشم. الان ما این مقدار طلوع قرار دادیم. اگر خواستیم بین مقدار طلوع و فالس تغییر ایجاد بکنید، این امکان در لبیو قرار داده شده. نیاز نیست بلوک فالس رو اینجا مجدد قرار بدید، کافی است روی بلوک طلوع کلیک کنید که تبدیل به فالس میشه، یا برعکس این رو به راحتی اینجا میشه تغییر داد. یک بار دیگه نشون میدم، بلوک طلوع اگر روش کلیک کنید فالس و مجدد کلیک کردن طلوع میشه. خب برنامه رو من کانتینیوسلی اجرا میکنم، ببینید که مجددا عملیات داره انجام میشه. اگر دقت بکنید علامتی که اینجا نشون داده شده علامت اور هست، به این مفهوم که الان عملی که داره این بلوک انجام میده عمل اور هست. چون من این رو ترو قرار دادم، در نتیجه همیشه مقدار ما درست هست. یعنی اگر من این دو تا رو خاموش داشته باشم این ریزالت من روشن خواهد بود و ترو خواهد. اما اگر این رو من فالس قرار بدم، کانتینیوسی که ران کنم، ببینید وقتی اینها خاموشن خاموش هست و وقتی یکیشون روشن میشه مقدار داره به ما نشون میده. حالا ممکن هست شما بخواید این رو به عنوان یک بردی متغیر داشته باشین یا به همین صورت ثابت باشه و عملیات رو مورد نظرتون رو تعریف کنید. نکته دیگه که وجود داره هستش که این عملیات رو میشه تغییر داد. کافی هست روی این علامت اور کلیک کنید و اینجا میتونید عملیات دیگر رو داشته باشین که اگه خاطرتون باشه اد و مالتیپلای رو در بخش نیومریک توضیح دادیم. اینجا میبینید که اور هست، من میتونم این رو مثلا تبدیل به اند کنم، علامتش به این صورت تغییر کرده. وقتی کانتینیوسلی ران میشه چون این فالس هستش، هر دو کلیدم اگر روشن یا خاموش باشن بی تاثیره. وقتی طلوع این رو قرار میدیم، وقتی هر دو روشن باشن فعال میشه و اثرشون رو میتونید ببینید. و همینطور باقی عملیاتی که میشه اینجا انجام داد، مثلا XOR و همینطور میشه این رو هم از لحاظ سایز بزرگ کرد و هر ابعادی که مورد نظرمون هستش مقداردهی بکنیم و بر کاربردهای مختلف ازشون استفاده بکنیم. مشابه عملیات ریاضی هم که قبلا داشتیم، امکان اینکه آرایه ها رو در کنار همدیگه داشته باشیم اینجا وجود داره. اما در عملیات ریاضی اگه خاطرتون باشه ما عملیات جمع و عملیات ضرب رو داشتیم که اینجا عملیات جمع در داده های منطقی معادل با اور هست و عملیات ضرب معادل با اند هستش. مشابه این میمونه که شما عدد 0 و 1 رو در نظر بگیرید، وقتی با هم دیگه اند میکنید اینها در هم ضرب میشن. تنها شرایطی که خروجی ما 1 خواهد بود هستش که تمام ورودی هامون 1 باشه. خب این رو ما اینجا به این دو صورت داریم، اند و اور، که من این رو باز قرار میدم و مثالی رو ازش براتون اجرا میکنم. این بلوک اند و بلوک اور. در لحاظ شکل ریاضیاتی هم طبق همون چیزی که در تعریف منطق ما داشتیم این رو اینجا میتونیم داشته باشیم. من مجددا آرایه ای رو با بیل در اینجا ایجاد میکنم. به این صورت اتصال و همونجور که میبینید یه نکته ای رو قبلا هم توضیح دادم، ما بلوک هایی که استفاده می کنیم و حسب استفاده میتونه تغییر رنگ بده، به مفهوم تغییر نوع داده هستش که میشه عملیات روش انجام داد. ببینید الزاما همه بلوک ها قرار نیست با یک نوع داده کار بکنه، میتونه انواع مختلفی داده با یک بلوک مشخص استفاده بشه و خود لبیو به طور هوشمندانه میاد این بلوک رو نوع ورودی ها و فرمتش رو تغییر میده به شکلی که بتونیم ما
ازش استفاده بکنه. مجدداً من این سیگنال کشی رو انجام میدم، المان‌های از پیش داشته رو اینجا متصل میکنم و به این دو بلوک انتقال میدم. خب آرایه ها متصل شدن، نهایتاً خروجی رو من ایندیکیتور بهش متصل میکنم، به این صورت نمایش داده میشه و کانتینیوسی اجرا میکنم. ببینید الان طلوع هست، در نتیجه تمام اینهایی که طلوع باشه ما نتیجه رو داریم و اور هم عمل میکنه. یکیشون رو اگه من آف کنم میبینید که اند از کار میفته، ولی اور همچنان روشن هستش و به کار خودش ادامه میده. و همینطور میشه تبدیل های مختلفی رو هم اینجا انجام داد. مثلا مقدار بولیانی که ما اینجا داریم، مقدار منطقی طلوع و فاز رو میتونیم به عدد تبدیل بکنیم. من این بلوک بول تو 0 و 1 رو قرار میدم. کاری که انجام میده این هستش که مقدار منطقی ما که طلوع و فالز تعریف شده در لب ویو میتونه تغییر بده به مقدار 0 و 1، یعنی جایگزینی انجام بده و نهایتا مثلا از این اعداد در کاربردهای مختلف در کاربردهای محاسباتی استفاده کرد، که این رو هم مثال ساده‌ای رو ازش به این صورت خدمتتون نشون میدیم. من این بلوک رو بهش اینتگرال میدم به این صورت و با اجرای برنامه و تغییر دادن مقدار x همونجور که میبینید مقدار 0 و 1 رو این بار به صورت عددی و از جنس عدد داره به ما نشون میده. یعنی اگه دقت بکنید رنگ این بلوک به رنگ آبی هست، یعنی این عدد اینتیجر هستش و به ما یک عدد اینتیجر شناخته میشه و روش حالا میشه عملیات ریاضی انجام داد، عملیاتی که روی داده های منطقی قابل انجام نیستش. خب این بخش به پایان رسید. در بخش بعدی در مورد کاربرد عملیات مقایسه‌ای به صورت مقدماتی صحبت کنیم. کاربرد مقدماتی عملیات مقایسه‌ای. در بخش قبل در مورد داده‌های منطقی و عملیات منطقی مقدماتی صحبت کردیم. یک دسته خاصی از عملیاتی که مرتبط با عملیات منطقی است، عملیات مقایسه‌ای هست. یعنی اینکه ما داده‌هایی از جنسی غیر از داده‌های متداول منطقی رو استفاده بکنیم و نهایتاً نتیجه منطقی بتونیم ازش بگیریم و عملیات منطقی بتونیم روش پیاده بکنیم. مثلا مقایسه کردن اعداد خودشون میتونه یک عملیات منطقی باشه. مثلا بزرگتر یا کوچکتر بودن یک عدد از عدد دیگه‌ای میتونه معیار مقایسه باشه و معیاری برای تصمیم گیری در انجام یک فرآیند. خب امکاناتی رو در لبویو ما برای این موضوع داریم. در بخش پروگرامینگ دسته ای از بلوک های داریم به نام کامپریزن به مفهوم مقایسه، که در این بخش ما دو سطر اول این بلوک ها رو توضیح میدیم که عملیات مقایسه ای اولیه هست. خب چیزهایی که میبینید از لحاظ شکل هم کاملا آشنا و مشخص هست که تساوی بودن دو ورودی رو، بزرگتر کوچکتر بودن و همینطور مقایسه اونها با مقدار صفر که در سطح دوم دیده میشه رو ما داریم. یعنی ممکن هستش یک سری عملیات مقایسه بین دو ورودی انجام بشه. خیلی از مواقع ممکن هست ما مقایسه هامون صرفا مقایسه با عدد صفر باشه، مثلا اختلاف اعدادی رو با هم مقایسه بکنیم یا اینکه علامت عددی رو بخوایم تشخیص بدیم و مواردی مثل این. خروج تمام این توابعی که اینجا مشاهده میکنید از نوع منطقی هستش. ورودی اونها میتونه انواع مختلفی بگیره و الزاماً داده های عددی نیست و میتونه داده های مختلف داشته باشه که به مرور در مثال هایی که براتون نشون خواهیم داد میتونید این رو ببینید. من اولین بلوکی که اینجا استفاده میشه بلوک ایکوال رو قرار میدم. ترمینال هاش پیشفرض عدد دابل میگیره، من هم همون مقدار پیشفرض رو قرار میدم. یک مقدار کانستنت عددی رو انتخاب میکنم و یک مقدار کنترل. این مقدار کنترلی هم که اینجا قرار دادم برای این هستش که ببینید چجوری میشه اعداد مختلف رو داشت و مقایسه کرد و نهایتا خروجی رو به ایندیکیتور متصل. این داده های ورودی از جنس عددی هستن اما خروجی ما منطقی هست. من مقدار عدد 4 رو اینجا به عنوان مثال قرار میدم. توی محیط فرانت پنل همونجور که میبینید این دو بلوک رو داریم، یکیشون برای ورود عدد و یکی هم نتیجه مقایسه رو ما میتونه نشون بده. خب من برنامه رو کانتینیوسلی ران میکنم. ببینید عدد من 0 هست،
خب با 4 مساوی نیست، نتیجه چرا خاموشه؟ وقتی من عدد رو روی 4 تنظیم میکنم، وقتی با هم دیگه مساوی باشه، خروجی هم چراغ من روشن میشه. موارد دیگه مثل not equal، greater و less، اینها هم میتونه استفاده بشه. تمام اینها خودشون دو ورودی داره که قابل مقایسه با هم دیگه هستش. اینجا میتونیم اتصالش رو برقرار بکنیم. مثلا بزرگتر یا کوچکتر بودن رو اینجا داریم که خروجی که نهایتاً ایجاد میشه رو به راحتی میشه با قرار گرفتن روی ترمینال مشاهده کرد. اسم ترمینال اول x و y هست. خب برها بزرگتر و کوچکتر بودن دو عدد نسبت به هم دیگه باید مشخص بشه که کدوم یکی مقدم هست. در نتیجه اینجا میتونیم روی این ترمینال ببینیم که چیزی که لیبل شده این هستش که آیا x بزرگتر از y هست. اگر درست باشه در نتیجه خروجی true هست و اگر غلط باشه خروجی ما false خواهد. من مجددن ترمینال های ورودی رو متصل میکنم به بلوک های قبلی به این صورت و خروجی رو ایندیکیتوری به این صورت براش قرار میدم. خب مقدار x من ثابت هستش، مقدار عدد 4 هست و مقدار y من مقدار ورودی هستش که از فرانپنل دارم میگیرم. خب ما گفتیم x بزرگتر از y هست. خب الان y و x مساوی هستن و شاید برقرار نیست. اگر من y رو کوچکتر کنم میبینید که چراغ خاموش میشه، چراغ مساوی و چراغ بزرگتر روشن میشه. به این مفهوم هستش که x ما الان بزرگتر هست و اگر من مقدار رو بزرگتر بکنم میبینید که چراغ همچنان خاموش میمونه به خاطر اینکه x ما الان بزرگتر از y نیست. در نتیجه فالس هست خروجی ما و نهایتا نتیجه به این صورت نشون داده میشه. من برنامه رو متوقف میکنم. بلوک‌های دیگه هم اینجا باز قابل استفاده هست، مثلا بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی که مشابه همین توضیحی که دادیم هستش و تساوی با صفر را هم ما اینجا میتونیم داشته باشیم. برها روش‌های مختلفی برای برنامه‌نویسی وجود داره. مثلا یک راه حل دیگه‌ای برای مقایسه دو عدد رو من اینجا به کمک این بلوک‌ها برای شما میخوام نشون بدم که ممکن هست در برنامه‌های خاصی این موارد بتونه کاربردی باشه و استفاده بشه که اینجا میتونیم این رو داشته باشیم. خب من الان equal to zero رو انتخاب میکنم. اینجا این بار میبینید که ورودی یک ترمینال برای ما قرار داده به خاطر اینکه خب چیزی که قرار هست باهاش مقایسه انجام بشه ثابت هست و عدد صفر هستش و اینجا یک ترمینال ورودی داریم. من مثلا میتونم از بخش نیومریک سابترکت تفریق کردن رو استفاده بکنم، اون رو متصل بکنم به بلوک مساوی با صفرم و ایکس و وایی که قبلا ورودی داشتم رو اینجا بهشون مقداردهی بکنم و نهایتا ایندیکیتوری رو قرار بدم. خب ببینید الان باز هم همین عملیات مقایسه قبلی که تساوی رو برای ما داشت اینجا هم قابل انجامه. ببینید الان عدد ما حاصل تفریق مساوی با صفر نیست، اما اگه من عدد وای رو بذارم روی 4 میبینید که حاصل تفریق مساوی با صفره و چون عدد مساوی با صفر هستش اینجا چراغ برای ما به این صورت که میبینید روشن میشه. به این ترتیب معرفی مقدماتی از عملیات مقایسه‌ای داشتیم. در بخش بعد عملیات مقایسه پیشرفته تر رو و همینطور موارد پیشرفته در همین عملیات مقایسه مقدماتی براتون توضیح خواهیم داد. معرفی بلوک‌های پیشرفته مقایسه‌ای. در بخش قبل عملیات اولیه‌ای رو توضیح دادیم، عملیات اولیه روی داده‌های منطقی و عملیات اولیه مقایسه‌ای. توی این بخش یک کاربردی از عملیات مقایسه اولیه رو معرفی خواهیم کرد و بعد از اون به بلوک‌های پیشرفته مقایسه‌ای خواهیم رسید که به چه صورتی میشه از اونها استفاده کرد و کاربردهای مختلفی رو براش معرفی خواهیم کرد و البته نکات پیشرفته‌تری در کار با بلوک‌های مقایسه‌ای مقدماتی. یکی از کاربردهای مهم در استفاده از بلوک‌های مقایسه‌ای ایجاد شرط برای حلقه هاست. همونجور که گفتیم حلقه های ما به ویژه حلقه هایی که نیاز به کاندیشن مشخص، شرط مشخصی برای خاتمه یا اجرا دارن، باید به روشی این شرط رو برایشون مشخص کرد که یکی از روش‌هایی که تا الان استفاده کردیم استفاده از یک
آیکونی بودش که توی صفحه فرانت پنل قرار بدیم و هر وقت اون رو انتخاب کردیم مثلا برنامه ما متوقف بشه. اما حالات دیگه ای هم قابل انجام هست، مثلا برنامه به طور خودکار بتونه تصمیمی بگیره و عملیات خودش رو تحت کنترل و هدایت داشته باشه که در اون موقع بلوک‌های مقایسه‌ای میتونه برای ما کاربرد زیادی داشته باشه. من مثال اولیه‌ای رو در استفاده از استراکچر واین و استفاده از بلوک‌های مقایسه‌ای معرفی می‌کنم و به ترتیب توضیحات بعدی رو خدمت شما ارائه می‌کنم. خب وارد نرم افزار می‌شیم. حلقه واید رو من انتخاب میکنم، به این صورت روی صفحه قرار میدم. همونجور که گفتیم یه کاندیشنی برای ادامه یا توقف حلقه وجود داره. من میخوام برای این حلقه یک شرطی رو بذارم که تعداد عملیات مشخصی رو بتونه انجام بده. مثلا برای این کار من میگم عملیات رو تا حد اکثر 20 بار انجام شدن مشخص میکنم و یا اینکه بتونم خودم یک کلیدی رو برای توقف بزنم و عملیات متوقف بشه. خب برای این کار، یعنی اینکه یکی از این دو شرط برقرار بشه برای توقف، کاری که بعد انجام بدم عملیات مقایسه‌ای اور هست یا استفاده کردن از یا هست، همونجوری که در صحبت کردن هم گفتم. من بلوک اور رو انتخاب میکنم، اینجا قرار میدم، به این صورت خودش اتصال رو برقرار کرد. یک شرط میذارم که من یک کلیدی رو میخوام بزنم، مثلا وای رو یه کنترل براش میذارم. شرط دیگه گفتم که میخوام تا یه تعداد مشخصی عملیات اجرا بشه. اون رو میتونم از بلوک‌های مقایسه‌ای استفاده کنم، به این صورت که بخش کامپریزن وارد میشم و از بلوک ایکوال استفاده میکنم. خب آی رو متصل کردم. یه مقدار ثابتی رو به X میدم و نهایتاً خروجی رو متصل میکنم به بلوک ایکوال. برای مثال من میخوام تا 20 مرحله یا تا ایتریشن 20 کار رو برام انجام بده. البته خب اینجا چیزی که ما داریم این هستش که از مقدار 0 حلقه شروع میکنه به کار کردن. اگر من 20 بار بخوام کار انجام بشه، باید مقدار عددیم رو یکی کمتر بذارم. اگه بخوام تا 20 بره، 21 بار داره کار انجام میشه که البته اینجا در مثال ما چندان تفاوت نمیکنه. به این صورت عدد مقایسه میشه. هر زمانی که بعد 20 رسید، این مقدار طلوع خواهد شد، میاد اینجا و چون اور هستش این رو برقرار میکنه و هر دو متوقف میشه. و یا اینکه من میتونم کلید رو بزنم و وقتی کلید رو زدم عملیات باز متوقف میشه. من برای اینکه پروسه عملیات رو ببینیم، اینجا برای مقدار آی یه ایندیکیتور قرار میدم که شمارش رو ببینید و برای اینکه سرعت مناسبی داشته باشیم از بلوک ویت استفاده میکنم و مقدار ثابت 1000 رو میدم که 1 ثانیه برای ما وقفه ایجاد کنه. مرتب سازی رو انجام میدم به این صورت و برنامه الان قابل اجرا هست. من یک بار برنامه رو ران میکنم. ببینید عدد دونه دونه اضافه میشه. من الان فعلا کلید رو برقرار نکردم تا ببینید شرط مقایسه‌ای به چه صورت عمل میکنه. الان مقدار آی داره دونه دونه اضافه میشه تا نهایتا مقدار عددی آی وقتی مساوی با 20 میشه پروسه برنامه متوقف میشه. یعنی وقتی مساوی با 20 شد طلوع میشه و شرط ما به خاطر اینکه شرط توقف بوده حلقه متوقف میشه. من برنامه بار دیگه اجرا میکنم. در حین اجرای برنامه هنوز اون شرط برقرار نیست. من کلید وای رو فشار میدم. به این صورت که میبینید وقتی کلید وای فعال میشه، قبل اینکه به اون شرط برسیم شرط کلید برقرار هست و عملیات استاپ انجام میشه. خب پس این کاربرد رو ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه حلقه ها یا برنامه هایی که داره اجرا میشه رو شرطی بهشون تعلق بدیم که بتونه پروسش قابل کنترل باشه. عملیات پیشرفته دیگه ای که میشه به کمک بلوک های مقایسه مقدماتی پیاده سازیش انجام داد، عملیات مقایسه ای هستش که ما میتونیم روی تعدادی به غیر از 2 عدد یا 2 ورودی مشخص داشته باشیم. گفتیم که یکی از روش‌های تعریف کردن داده‌ها روش تعریف به صورت آرایه هست.
میخوایم اینجا نشون بدیم که چجوری میشه آرایه ها رو هم با هم دیگه مقایسهشون رو انجام بدیم. برای این کار من یک ویای جدید ایجاد میکنم به این صورت و این ویای رو منظمش میکنم. عملیات مقایسه‌ای که داشتیم رو این بار equal رو من اینجا قرار میدم و به جای یک ورودی به اون طبق همون روشی که قبلا توضیح دادیم یک آرایه رو میسازیم و بهش میآوریم. حالا من دوتا آرایه رو میخوام ایجاد بکنم، به این صورت دیلتره رو میذارم، یک کپی ازش میگیرم، در ورودی های این هم مقدار کنترل قرار میدم، این صورت کپی های از اون رو هم اضافه میکنم و باز هم مشابه همین عملیات رو برای یک پایین انجام میدم که این رو بکنیم مشاهده. خب اتصالات برقرار شد. حالا دوتا آرایه رو این بار وارد میکنم به اینجا. همونجور که میبینید ترمینال این بار آرایه رو هم از ما پذیرفت و نهایتا خروجی رو من ایندیکیتور میتونم برش داشته باشم. تفاوتی که وجود داره ببینید شکل خروجی این بار متفاوته. توی صفحه فرانت پنل همین رو میبینید، به صورتی که آرایه داره به ما نشون میده. یعنی مقادیر منطقی الزاماً قرار نیستش که همیشه به صورت یک عدد باشه. میتونه یک آرایه ای از اعداد منطقی باشه به این صورت که ما این رو میتونیم داشته باشیم. حالا من این المنت هایی که اینجا اضافه شده رو منظم خواهم کرد به این صورت و این آرایه رو هم اینجا قرار میدم و بزرگتر میکنم تا نتیجه رو بتونیم ببینیم. خب برنامه رو من کانتینیوسلی ران میکنم. ببینید الان تمام المنت ها با همدیگه به تناظر اندیس هاشون که روبروی همدیگه قرار گرفته اینجا با همدیگه برابر هست، در نتیجه چراغ روشن. من کافی هست المنتی که دارم رو اینجا تغییر بدم، مثلا مقدارش رو یک میکنم، ببینید چراغ اول خاموش میشه. این به مفهوم هستش که حالا این دوتا دیگه با هم برابر نیستن، اما همچنان تساوی بین اینها برقرار هست و داره چک میشه. این رو برای بلوک های دیگه هم میتونیم داشته باشیم به این صورت که میبینید میتونه مقایسه رو انجام بده و مقادیر رو با هم دیگه چک کنه. البته این المنت رو ساعت جا به جا داریم، به این ساعت قابل انجام است. خب دیدید که چجوری میشه پس عملیات رو روی بردارها هم پیاده کرد، یعنی مقایسه تساوی بردارها، البته داده هایی که ما داریم با اندیس های متناظر هم دیگه به چه صورتی قابل انجام است. اگر از لحاظ ابعادی بردارها یکسان نباشن، اون موقع در برنامه ما این رو نمیتونیم اجرا بکنیم. برای مثال مثلا بردارهای بزرگتر خطا از همون میگیره و نمیتونیم هم مقایسه بکنیم به خاطر اینکه لحاظ ابعادی باید با هم دیگه یکسان باشه. البته بسته به نسخه لبیو ممکن هستش این باعث خطا بشه یا اینکه به صورت پیشفرض یه المنت دیگه ای رو در بردار دیگه ایجاد بکنه و با عدد پیشفرضش که معمولا صفر است مقایسه بکنه که این هم قابل دستیابی هست. پس عملیات برداری رو هم به این صورت ما میتونیم داشته باشیم. در بخش بعدی کاربردهای پیشرفته مقایسه ای رو خدمتتون معرفی میکنیم. برای این کار من مجدد یه ویای جدید باز میکنم به این صورت. همونجور که توضیح دادیم در بخش مقایسه دو سطر اول گفتیم مقایسه های اولیه هستش. سطرهای بعدی که اینجا داریم رو من به ترتیب تابعی که داره رو با ذکر مثال براتون توضیح میدم که چجوری قابل استفاده است. یکی از مهمترین و کاربردی ترین بلوک هایی که استفاده میشه بلوک سلکت است. من این بلوک رو انتخاب میکنم، اینجا قرار میدم. کارایی این بلوک این هستش که بر حسب درست یا غلط بودن یک شرط میتونیم مقدار داده مشخصی رو منتقل بکنیم. مثلا فرض بگیرید من میخوام اگر شرطی برقرار بود
عدد 0 و اگر شرطی برقرار نبود عدد 1 رو منتقل بکن. یا ممکن هست اعداد و همینطور متغیرهای از جنسهای دیگه مثل متغیرهای متنی رو داشته باشیم که اونها رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم و انتقالشون بدیم. من دوتا مثال رو اینجا انجام خواهم داد، یکی مثال عددی و یکی مثال متنی که با یه متغیر متنی اولیه قابل استفاده است. خب من برای این شرط و این ترمینالی که اینجا هست هپ رو هم باز میکنم. ببینید یه مقدار S دارم که مشخص میکنه جنسش بولین هست. یه کنترل براش قرار میدم. حالا بر حسب مقدار اون در شرایط ترو و فالس، همونجور که ترمینال ها رو میبینید ترمینال بالا ترو و ترمینال پایین فالس هست، اگر اون شرطی رو که من اتصالش رو انجام دادم درست باشه مقداری به خروجی داده میشه که مقدار ترو بهش متصل شد، و اگر غلط باشه یا فالس باشه مقدار فالس. مثلا من اینجا همونجور که توضیح دادم فالس رو مقدار 0 و ترو رو مقدار ثابت 1 قرار میدم و نهایتا خروجی رو به این صورت میتونم مشاهده کنم. هلپ رو میبندم، میبینید که اینجا به این صورت شکل برای من نشون داده شد. برنامه رو کانتینیوسلی ران میکنم. الان چون خاموش هستش مقدار 0 رو داره منتقل میکنه، وقتی روشن کنم مقدار 1 داره منتقل میشه. حالا میشه هر مقدار عددی رو هم اینجا مقدارش رو انجام بدیم و انتقالش رو انجام بدیم. در همین مثال همونجوری که گفتم میشه نوع دیگه ای از داده ها رو هم استفاده کرد و الزاماً همیشه ترو و فالس برای انتقال داده های عددی پیش‌فرضی که خود بلوک براش نظر گرفته شده کاربردی نیست. من یک کپی از این برنامه اینجا خواهم داشت به این صورت. مقادیری که اینجا مقداری کردم رو پاک میکنم و همینطور سیمای متصل بهش. این بار یک مقدار متنی رو اضافه میکنم که خب البته تو بخش بعد در مورد کار کردن با مقادیر متنی توضیح خواهیم داد، اما برای اینکه کاربرد سلکت رو بتونید ببینید اینجا من مقدار متنی ثابت رو استفاده میکنم و مثالی رو خواهیم داشت. اینجا استرینگ کانستنت رو از مجموعه استرینگ به این صورت انتخاب میکنم، قرار میدم و این رو متصل میکنم به ترمینال ترو. خب میبینید که رنگ ترمینال ها عوض شد، این بار به رنگ صورتی در اومد که مشخص کننده متن هست. ببینید در مقایسه کردن در انتقال دادن این داده ها پیش فرضی که در نظر گرفته شده اینکه جنس داده‌ای که داره منتقل میشه یکسان هست. چون ترمینال خروجی یکسان هستش جنس ورودی هم باید با هم دیگه یکسان باشه، یعنی اگر متن استفاده میشه باید حتما هر دو ترمینال ترو و فالس متنی باشه، نمیشه یکی رو عددی و یکی رو متنی گذاشت. این رو به عنوان یک نکته باید در خاطرمون داشته باشیم. خب من برای بخش فالس هم این بار دیگه میتونم یه کانستنت قرار بدم. میبینید این بار دیگه وقتی ترمینال به رنگ صورتی در اومده من کانستنت که انتخاب میکنم کانستنت متنی خواهد. بعد توی این کادر قبل کلیک میکنم و این متنی رو می‌نویسم. مثلا همون ترو برای ترو و فالس برای فالس رو به صورت متنی می‌نویسم و نهایتا خروجی رو ایندیکیتور براش قرار میدم. خب این کادر متن من به این صورت اضافه شد. یه مقدار بزرگترش میکنم و برنامه رو کانتینیوسلی ران میکنم. خب ببینید الان کلید استو خاموش هستش، خروجی فالس هست. وقتی روشن میکنم مقدار ترو رو به من میتونه نشون بده. پس اینه که به چه صورت میشه از بلوک سلکت استفاده کرد و خب برای نشون دادن پیغام های مختلف، برای انتقال خطاها، برای انتقال اعداد و همینطور سویش کردن بین حالت های مختلف برنامه‌ای که میخوایم اجرا بکنیم از این بلوک میشه استفاده کرد. بلوک های دیگه هم در این بخش هست که قابل استفاده است. در بخش بلوک های پیشرفته معرفیشون رو انجام میدیم. اینجا برنامه من متوقف میکنم، وارد بخش کامپریزن میشم. بلوک دیگه که اینجا وجود داره بزرگتر یا کوچکتر بودن هستش که اینجا
استفاده میشه، یعنی مقادیر x و y ورودی گرفته میشه و مقدار مینیمم و ماکسیمم اینجا خروجی داده میشه. به عبارتی عملیات مقایسه‌ای داخل این بلوک انجام میشه که دو عدد رو با هم مقایسه میکنه و بزرگترین و کوچکترین رو در بین اونها مشخص میکنه و اون که بزرگتر هست از ترمینال مشخص و اون که کوچکتر هست از ترمینال دیگه ای عبور میده. این باعث میشه برای بعضی از کاربردها وقتی ما دو عددی رو داریم که نمیدونیم مقادیرش چقدر هست، از این بلوک استفاده میکنیم که با برنامه‌ای خیلی فشرده تر و بدون شلوغ شدن برنامه به راحتی این دو مقدار رو انتخاب کنیم. که من اینجا برای x یک کنترل و برای y یک کنترل دیگه قرار میدم و یک ایندیکیتور برای ماکسیمومشون و نهایتاً یک ایندیکیتور دیگه برای مقدار مینیمم. خب برنامه رو ران میکنیم. من مقدار x هم اصلا مقدار 2 میدم. ببینید ماکسیمم 2، مینیمم هم که خب y بوده 0. حالا اگر من مقدار رو مثلا y رو 5 بدم، ببینید اینا جا به جا میشه. یعنی خودش مقایسه رو انجام میده، مینیمم و ماکسیمم رو عنوان خروجی برای ما در اختیار رو میذاره. درست کردن همین بلوک هم قابل انجام هستش با ترمینال هایی که اینجا داشتیم. سلکت رو میتونیم استفاده کنیم، بلوک های مقایسه ای رو میشه استفاده کرد، اما مسلماً ایجاد کردن یه همچین برنامه ای تعداد زیاد بلوکی نیاز داره که این بلوک کار ما رو راحت تر میتونه بکنه. من برنامه رو متوقف میکنم. بلوک بعدی که توضیح خواهیم داد بلوک هایی هستش که مقایسه میکنه یا بررسی میکنه جنس و نوع داده‌ای که در اختیار ما هست. مثلا مشخص میکنه که آیا اون چیزی که ما داریم به عنوان یک ورودی به این بلوک میدیم داده معتبری هست یا نه. اگر داده ما معتبر باشه یا اینکه از جنس خاصی باشه، مثلا از نوع اکتال، هگزادسیمال، دسیمال و مواردی مثل این باشه، اینها رو برای ما مشخص میکنه که آیا درست هست یا نیست. مثلا فرض بگید در محاسبات ریاضی همونجوری که قبلا دیدیم ممکن است یه عددی ایجاد نشه، مثلا نات نامبر باشه. در نتیجه این بلوک میتونه به ما کمک بکنه که بگه در انجام عملیات ریاضی یک خطای اتفاق افتاده و بتونیم اون رو در برنامه براش پیش بینی لازم رو انجام بدیم. من این بلوک رو انتخاب میکنم برای اینکه بتونم این عملیات رو نشون بدم. دوباره مثل قبل همون مثال جذری گرفتن رو انتخاب میکنم، براش یه کنترل قرار میدم، خروجی جذر رو به این بلوک و نهایتاً خروجی اون رو به یک ایندیکیتور به این صورت متصل میکنم. خب این به این صورت و مقدار ورودی ما به این صورت در صفحه قرار میگیره. من حالا برنامه رو اجرا میکنم. ببینید من مقدار عددی رو وقتی مثبت در نظر میگیرم، خروجی من یک مقدار عددی درست پیدا میکنه، ولی اگه من این رو کوچیک‌تر از صفر بذارم مقدارش منفی است. برای اینکه این رو دقیق‌تر بتونیم ببینیم، برای این سیم یک ایندیکیتور قرار میدم که ببینید نتیجه به چه صورتی دیده میشه. برنامه رو ران میکنم. ببینید not a number هست. ببینید این شرط مقایسه ای همین هست که این not a number هست. خب میبینید که شرطش برقراره، در نتیجه چرا روشن میشه. اینجوری میتونید تشخیص بدیم مثلا پیغام خطایی رو مشخصا داشته باشیم. من برای اینکه این رو به طور جالبتری بتونیم ببینیم میام و با این بلوک تو و فالس و این سلکت استفاده میکنم ببینید که به چه صورتی قابل استفاده هست. من این رو متصل میکنم به اینجا. چون هر وقت برقرار بود مقدار طول بود داده ما این ولید هست، من طول رو این ولید و فالس رو ولید یا معتبر میذارم. بلوک های قبلی رو هم پاک میکنم که برنامه خلوت‌تر بشه و بتونیم ببینیمش. این نتیجه ما و نهایتاً خروجی متنی که اینجا داریم رو به این صورت خواهیم داشت. من باز مرتب میکنم این بلوک ها رو به این صورت
و برنامه رو اجرا میکنم. ببینید داده عددی الان منفی هست، نات نامبر هست، در نتیجه اینوالیده. وقتی صفر و بزرگتر از اون شد میبینید که نتیجه ما ولید میشه و اینجا بلوک سلکت استفاده میشه برای اینکه ما پیغام رو بتونه نشون بده و تو برنامه میتونیم ازش استفاده کنیم و نتیجهش رو اینجا میتونید. همینطور باقی بلوک ها که من خیلی ضرورت نمیبینم در موردش توضیح بدم. انواع دیگه ای از اعداد رو میتونیم داشته باشیم، خالی بودن یک آرایه رو میتونیم داشته باشیم که تشخیص بده، همینطور قابل پرینت بودن یک متنی، نوع اعداد و یک بلوک دیگه که استفاده میشه برای اینکه مشخص بشه مقادیری که ما میدیم در رنجی هستش یا نه. این رو هم خدمت رو معرفی میکنم. این بلوک رو قرار میدیم. هلپ رو بعد میارم که ترمینال هاش رو ببینید. آپر لیمیت، لور لیمیت و مقدار ورودی رو مشخص کردیم. و نهایتا اینکه عدد در رنج باشد یا نه رو میتونیم ما اینجا عنوان خروجی داشته باشیم که میتونید اینجا ببینید. خب من این رو مقدار میدم، مقدار کانستنت 10، مقدار لوال لیمیت رو کانستنت منفی 10 و برای مقدار ایکس یه کنترل قرار میدم که بتونم تغییرش بدم و نهایتا در رنج بودنش رو یک ایندیکیتور در صفحه قرار میدم. هلپ رو میبندم. برنامه ما به این صورت خواهد بود همونجور که میبینیم. برنامه رو اجرا میکنم. عدد صفر در رنج هست، این عدد رو اضافه میکنم تا 10 که مرز ما هستش مشخص میکنه و خب 10 و بزرگتر از اون به خاطر اینکه داره مقایسه میشه دیگه نیست. من مثلا میتونم این مقدار رو 9 هم مقدار بدم، ببینید که هنوز در رنج هست. اما از اون رنجی که من مشخص کردم میتونه بالاتر یا پایینتر باشه که خب اگر این مقدار رو تغییر بدم ببینید که چراغ خاموش میشه و باز تو رنج نیست و میشه از این داده منطقی استفاده کرد برای کار مقایسه‌ای که داریم. من باز برنامه رو متوقف میکنم. به این ترتیب این بخش در معرفی عملیات منطقی و مقایسه‌ای به پایان میرسه. انشاءالله در بخش بعدی در مورد کار کردن با ثوابت و همینطور استفاده از ثوابت و تغییرات متنی توضیحاتی رو ارائه خواهیم کرد و کاربردهای گسترده‌ای که میتونه ثوابت متنی برای ما داشته باشه رو توضیح بدیم.